با سلام به بینندگان عزیز، من محمود احمدی هستم و در کنار همکارم بابک یزدی برنامه دیگری از رو در رو رو تقدیم حضورتون میکنیم. رو در رو برنامه سیاسی اجتماعی است که با صاحب نظران از گرایشات مختلف سیاسی اجتماعی صحبت و گفتگو میکند. مسئولیت مصاحبه شوندگان، صحبت‌های مصاحبه شوندگان با خود آنهاست و الزاماً به معنای تایید آن از جانب رو در رو نیست. دفتر حسین علی منتظری نوار صوتی اعتراض او به اعدام‌های هزاران نفره در سال 67 را منتشر کرد. این سخنان که در جلسه محرمانه‌ای بیان شده بود، بحث تازه‌ای را در مورد کشتار بیرحمانه هزاران زندانی سیاسی در این سال برانگیخت. منتظری به ابعاد اعدام‌ها اعتراض می‌کند و میگوید ما روی شاه را سفید کردیم و نام ما در تاریخ به عنوان سفاکان تاریخ ثبت خواهد شد. او خطاب به اعضای کمیته مرگ، یعنی نیری، اشراقی و پور محمدی، میگوید شما جنایاتی مرتکب شدین که در تاریخ نامتان به عنوان جنایتکار ثبت خواهد شد. در برنامه امروز رو در رو ما با آقایان محمد نوریزاد، فعال سیاسی اجتماعی، و کاظم نیکخواه، عضو رهبری حزب کمونیست کارگری خواهیم بود و در ارتباط با کشتار 67، منتشر شدن نوار منتظری و اینکه انتشار این نوار چه انعکاس مختلفی رو در رسانه‌ها و بین نیروهای مختلف ایجاد کرد و اینکه تأثیر این نوار چه خواهد بود، نظرات مهمانان امروز رو در رو رو جویا خواهیم شد. با سلام به شما آقای نوریزاد، به برنامه رو در رو خوش اومدین و با تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. ممنونم آقای احمدی، من هم به شما سلام میکنم، به شما، به مهمان خوبتون و به مردمی که مخاطب این برنامه هستن. امیدوارم گفتگوی پسندیده‌ای بین ما دست به دست بشه. خیلی متشکرم. کاظم نیکخواه، با سلام به شما و با تشکر از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه رو در رو قرار دادین. خواهش میکنم. با سلام به شما و با سلام به همه بینندگان و همچنین آقای نوریزاد. آقای نوریزاد، برخی میتونن اینو مطرح بکنن که همه جامعه ایران میدونسته که رژیم جمهوری اسلامی در سال 60 اعدام کرده، در سال 67 اعدام کرده، و این اطلاعاتی که در نوار منتظری اومده اطلاعات جدیدی نیست. ما با خانواده خاورانها روبرو هستیم، با خانواده زندانیان سیاسی روبرو هستیم. به نظر شما اهمیت منتشر کردن نوار منتظری از جانب پسرشون چی بوده؟ دوست عزیز، اگر همین فردا یک نوار صوتی که نه، یه نوار تصویری منتشر بشه که در او اعلام بشه که آقای خامنه ای در شوروی سابق و در دانشگاه پاتریس لومومبا دوره جاسوسی دیدن و رسماً پذیرفتن، سوگند خوردن توی آیین‌نامه اون دانشگاه که بعدها برای شوروی جاسوسی بکنن، فرض کنید یک چنین فیلمی اصلا منتشر بشه و آقای خامنه ای رو عکسایی ازش نشون بدن که توی اون دانشگاه نشسته، دوره دیده و تجهیز شده و برگشته، توی آب نمک خوابیده که یک روزی ازش استفاده بشه. شما فکر میکنید انتشار یک چنین سندی تکانی در مردم ایجاد میکنه؟ من شخصا میگم مطلقاً. علتش این هست که سیستم های اطلاعاتی و امنیتی با این مردم جوری رفتار کردن که یک رگ بزرگ حساسیت مردم فرو خفته و اونها درگیر معیشت هستن، درگیر بسیاری از مناسبات معیشتی هستن و ترس از به اصطلاح پس و پشت سلول های بازجویی و گرفتاری های به اصطلاح متعدد سیاسی و امنیتی که ممکنه براشون پیش بیاد باعث میشه که این مردم تقریبا ترجیح بر این ببندن که زندگیشون رو بکنن. اگر میبینیم حالا یه جمعیتی به
مناسبتی مثلا در سال 88 در تهران میریزن بیرون یا کارگرها اعتصاب میکنن یا خود ما در تهران جلوی دفتر لاستیک دنا نسبت به دزدی های شیخ محمد یزدی معترضانه ایستادیم تا 500-600 نفر جمعیت ما رفت. اینها یک تراشه هایی است از جمعیت کلی مردم و یه تعبیری حسرت هایی است که حالا اینجوری بروز میکنه، وگرنه کلیت جامعه ترجیح بر این بسته که سکوت بکنه و زندگی خودش رو بکنه. حالا این دلیلش رو هم من بعدا میتونم بگم، اما آنچه که این نوار به صلاح بخت و اقبالی رو به روی حساسیت های فروخفته مردم گشود این هست که به صلاح یک زمزمه هایی در میان مردم در پیچاند و دست های خونی حاکمیت رو که همه مردم ازش خبر داشتن بر قتل های زنجیری در همین سال 67 هم که شما به خوبی اشاره کردید خاورانها مردم از همه اینا خبر دارن، ولی دست های خونین اونها رو سند زد و مردم از این جهت که زمزمه در بپیچانند و سخنی بگند و حاکمیت در گوشه گرفتار بشه و مشت بخوره و چشم و صورتش کبود بشه، از این منظر به نظر من رفتار پسندیده ایست که من به سهم خودم از فرزند آقای منتظری از به صدا احمد آقا تشکر میکنم، به خاطر این که اگر یک شکست دیگه ترکی در ترس مردم فرو بیفته و مردم بدانند که میتوانند نترسند و اگر چه جمعیت قبیلی دارند میتونه این به گسست بزرگ در آینده نزدیک منجر بشه و باعث فروپاشی این نظام که بسیاری از این صحنه ها رو در پس پرده داره. و من شنیدم که آقای منتظری رو برده بودن بازجویی، گفته بودن این نوار از اسرار نظامه، نشون میده که این اگر یک سری بوده اسرار خونین دیگری فراوان داریم که یک به یک اگر آشکار بشه حتما کمک فراوانی است برای اون گسست بزرگ. مرسی آقای نوریزاده. من گمانم در اینه که قدم خیلی خوبی بود. بله مرسی آقای نوریزاده. کاظم نیک‌خواه شما نظرتون چیه؟ اهمیت انتشار نوار منتظری با در نظر گرفتن وضعیتی که توی جامعه ایران هست، با در نظر گرفتن زندانیان سیاسی، با در نظر گرفتن اعدام‌های وسیعی که تاکنون تو جامعه ایران اتفاق افتاده، آیا اطلاعات تازه‌ای تو این نوار بوده و اهمیت انتشار این نوار دوره کنونی چیه؟ ببینید ما داریم از یک جنایت بسیار عظیم تکون دهنده و هزاران نفره صحبت می‌کنیم و بسیار بیرحمانه که از با دستور خمینی شروع شد و تمام بدنه جمهوری اسلامی، سران جمهوری اسلامی درش دخیل بودن. کسانی که الان جناح‌های مختلف حکومتی را تشکیل میدن جزی از این کشتار و این قتل عام جوانان و عزیزان مردم بودن. اینکه در واقع اگر همه ما میدونیم جمهوری اسلامی رو مردم شناختن تا این سالا، مسئله خاوران، مسئله کشتار 67، کشتار سال 60 و همه این دوره ها رو در موردش کتاب ها نوشته شده، در موردش فیلم ها ساخته شده، در موردش تریبونال در ایران تریبونال تشکیل شده، تریبونال بین المللی، که همه اینا به اصطلاح جلو چشم مردم قرار گرفته. ولی واقعیتش اینه که افشای این توسط کسی که خودش از کسانی که خودشون از درون حکومت هستن، بالای حکومت بودن، دست راست خمینی بودن، آخرین تردیدها و شک و تردیدها رو کنار میزنه و از این نظر و در این حال ابزاری میده که دیگه نتونن به دست مردم، که نتونن حکومتی ها انکار کنن که بگن همچی چیزی نیست و نرچه الان بعضیشون مثلا نصف نیمه کاره تایید میکنن، بعضیاشون میگن حکم شرعی بوده مثل لاریجانی و غیره و غیره. از این نظر به هر حال این مثبته که در اختیار مردم باشه. اما دلیل اینکه این اتفاق میفته چیه؟ به نظر من شکاف عظیم در درون حکومته که باعث میشه که اسرارش به قول اسرار خونینش به قول آقای نوریزاد
بیرون ریخته بشه. خیلی ازش کنده شدن، خیلی ازش بریدن، خیلی علیهش دارن تبلیغات میکنن و جنایاتش رو کسانی از درون خودش جلو چشم مردم میذارن با سند و مطرح. دزدی ها و چپاول هاش رو کسانی از درون خود حکومت جلو مردم میذارن، از سران حکومت. فیش های حقوقی چند صد میلیونیشون رو کسانی از درون خود حکومت جلو مردم میذارن. ثروت ها و دزدی هاشون هم کسانی از درون خود حکومت جلو مردم میذارن. این یعنی چی؟ این یعنی که یک حکومتی هست که در هم ریخته است، شکاف در درونش جدیه، از بالا تا پایین شکاف داره و دارن علیه هم دیگه میزنن و افشاگری میکنن. و این به مردم این پیام رو میده که ما میتونیم این حکومت رو از شرش خلاص بشیم، ما میتونیم به اصطلاح کاری بکنیم که اگر سال 88 نتونستیم جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم، این بار سرنگونش کنیم. نکته ای تو صحبت آقای نوریزاد بود که گفتن مردم به اصطلاح رگ حساسیتشون خوابیده و یا تعدادشون کمه و اینا. به طور واقعی راستش من زیاد با این تصویر موافق نیستم. شاید ظاهر قضیه اینطوری به نظر برسه، ولی یک کمی بریم تو عمق مسئله، تو واقعیاتی که داره صورت میگیره. تو همین اعتراض 88 که چندین ماه مردم در مقابل یک قهارترین و سرکوبگرترین حکومت ایستادند و فریاد مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای سر داد. این اتفاق کمی نیست. یا مثلا همین اعتراضاتی که هر روزی 10 تا اعتراض مختلف میشه، زدن زیر شرعیات جمهوری اسلامی، حجاب اجباری جمهوری اسلامی، نمیدونم قوانین جمهوری اسلامی توسط جوانان، زنان، دختران و اعتراضات کارگری، اعتراضات معلمان، همه اینا نشون میده یه جامعه و خیلی چیزای دیگه راستش. یعنی شما تو خیابون برین آخون جرأت نمیکنه تنهایی بیاد بیرون، مردم مسخرهشون میکنن، مردم تو صف گوشت و نمیدونم صف انتظار و صف تو خیابون هر جا هستن بله دارن علیه جمهوری اسلامی صحبت میکنن. الان صحبتم تموم میکنم، میخوام میگم که فضای جامعه فضای جوشش و اعتراض است. آقای نوریزاد، به نظر شما چرا منتظری که نایب ولایت فقیه بوده، منتظری که در اعدامای سال 60 ما صحبتی ازش ندیدیم، منتظری که در زمانی که رژیم اسلامی به دست به حمله به کردستان زد اعتراضی ما ازش ندیدیم، در این نواری که ازش منتشر میشه و به سال کشتار در ارتباط با کشتارهای سال 67 هست این صحبت زده میشه از طرف منتظری؟ به نظر شما چرا این صحبت ها رو منتظری کرده؟ آیا نظرش متفاوت شده در این سال 67 که این مسائل رو مطرح میکنه؟ و شما راجع به نقش ایشون تبیینتون چیه؟ بله، من فکر میکنم که باید حق بدیم به آدم ها که دیر بفهمن، زود بفهمن، متوجه بشن نشن، اگرچه در اونها صداقتی ببینیم، یعنی اگر در رفتار و گفتار مردم صداقت ببینیم باید بهشون حق بدیم که دیر متوجه بشن یا زود متوجه بشن بنا به شرایطی که در او قرار داشتن. آقای منتظری بسیار آدم پر مشغله ای بوده و تمرکز چندانی روی اعدام ها نداشته، بیشتر گرایش به مثلا عرصه قانون گذاری توی مجلس خبرگان و جای دیگه. ولی رفته رفته وقتی میرسیم به دهه 60 و بعد از سالهایی که نزدیک میشیم به سال 67 مراجعات مردم داغدار به ایشون فراوان میشه، یعنی مردمی که یک فرزند، دو فرزند، یه عروس اعدام شده ای که حامله است، یعنی ایشون در معرض قرار میگیره، مخاطب مردم آسیب دیده قرار میگیره و متمرکز میشه روی اعدام ها و فاجعه بسیار بسیار هولناک سال 67.
و این بخت و اقبال رو داشت آقای منتظری که حساب خودش رو از حاکمیت جدا بکنه و نانش رو در کاسه خونین نظام نزنه و حسابش رو جدا کرد و میدانست که ورود به این عرصه چه مخاطراتی داره و خیلی هم آگاهانه و هوشمندانه عمل کرد. آقای منتظری در اون وجه آخوندی خودش، به هر حال آخوند بوده دیگه، همیشه هم معلومه و میگفتن که مبحث ولایت فقیه رو ایشون وارد حوزه ها و مباحث اجتماعی کرد و بعدم نهایتا با همکاری و همراهی ایشون و دیگران وارد قانون اساسی شد. مرسی. اما همین آدم با پیچیدگی های فراوان نظام آخوندی در جایگاهی قرار میگیره که رفتارش رو وجدان میکنه و استوار میایسته که آیا میخواد همکاری بکنه با این فاجعه های خونی یا مستقل باشه. مرسی. اجازه بدیم که دوم رو با همه مخاطراتی که داشته انتخاب میکنه. مرسی آقای نوریزاده. اجازه بدید نظر کاظم نیکخواهم جویا بشیم. از اتاق فرمان به من میگن بیش از 13 دقیقه به پایان برنامه مونده. کاظم نیکخواه، شما نظرتون چیه؟ آقای نوریزاد مطرح کردن که منتظری به مرور نظرش عوض شده و حساب خودشو با این صحبتهایی که کرده از حاکمیت جدا کرده و در واقع به اعتراض به اعدامای سال 67 کرده که تو این نوار اومده. شما نظرتون راجع به نقش منتظری چیه؟ ببینید، منتظری فوت کرده و راستش اهمیت خیلی زیادی الان نداره که ما بگیم منتظری بالاخره خوب بود بد بود چی کار کرده. ولی بالاخره اگر این سوال مطرح میشه که شما مطرح کردین، سوال واقعیه که چرا این کار کرده، و منتظری خودش جواب میده، میگه من نگرانم که اسم خمینی کنار بزرگترین صفاکان و جلادان تاریخ قرار بگیره که قرار گرفته. میگه من نگرانم که نظام اسلامی به اصطلاح منزوی بشه و کنار زده بشه و مطرود بشه که شده. نگرانم که شماهایی که و همون جلادانی که اونجا جلویش نشستن، همون کمیته مرگ، نیری و اشراقی و پور محمدی، شما رو به عنوان جلاد میشناسن و غیره که شده. میخوام میگم که نگرانی منتظری همین هست که گفته که نظام اسلامی با این جنایات نمیتونه دوام بیاره، و این رو منتظری این تیزهوشی رو داشت که ببینه که اینجوری نمیشه با کشتار مردم و قتل عام زندانیان یک نظام طولانی مدت دوام بیاره، و این نگرانی فشار میاره روش و یه جایی بالاخره کوتاه میاد. وگرنه به طور واقعی جمهوری اصطلاح منتظری خودش یکی از همتون پایه‌گذاران جمهوری اسلامی بوده، از اول کنار خمینی و نمیدونم ولایت ولی فقیه و ولایت فقیه و غیره و غیره که همه خبر داریم. ولی به هر حال به نظر من اساس مسئله اینجاست. مرسی کاظم نیکخواد. آقای نوریزاد، من در ارتباط با عکس العملایی که صورت گرفته راجع به این مسئله میگم و نظر شما رو جویا میشم. نوه خمینی مطرح کرد که در ارتباط با این نوار که خمینی اون دوره رو مدیریت کرد. زیبا کلام مطرح کرد که مجاهدین باعث شدن که رژیم به این طرف سوق پیدا بکنه و در واقع انگوش اتهام رو باید به دو طرف گرفت، هم به طرف مجاهدین و هم به طرف رژیم. و از طرف دیگه هم دادگاه روحانیت، همونجوری که شما تو صحبتتون اشاره کردین، وقتی احمد منتظری رو احضار کردن به این بهانه احضارشون کردن که اسرار نظام رو دفتر منتظری منتشر کرد. شما راجع به این عکس العمل و تاج‌زاده هم مطرح کرد که غیر از مجاهدین باید از همه معذرت خواست و اینکه ما خامنه ای رو دعوت کرد که فرمان بده به بخشش همگانی. نظر شما راجع به این عکس العمل هایی که مطرح شده چیه؟ خاندان آقای خمینی اگر از رفتار جدشون دفاع میکنن به خاطر اینکه میخوان نان بخورن، الان این بارگاه مجللی که برای ایشون ساختن
اگر یک وجدان درست و منطقی و منصف در این خاندان بود و می گفت آقا جد ما در این کشتار نقشه جلاد رو داشته و یک فرماندهی که به قصابی دستور داده، خب این گنبد و بارگاه فرو می‌ریزه که قاعدش به هم می‌خوره. اونا ناگزیرن که تأیید بکنن، اونها ناگزیرن که رفتار جدشون رو نمره مثبت بدن و بگن که شرایط اون موقع ایجاب میکرده. ولی اینجوری نیست. عربده های اسلامی که آقایون سر میدادن نشون میده که یک جمعیتی در زندان، اونم توی سلول های بسیار بسیار محکم به امانت از طرف خانواده ها در اختیار این حاکمیت بوده. یعنی این بچه ها، این جوان ها، این زن، این مرد امانت بودن از طرف مردم به اسم زندانی در زندانهای نظام که خیلی از اینا دوره محکومیتشون هم تمام شده بود. اینکه شما بردارید دستور بدید به هوای این جالا مجاهدین یه حمله کردن به یه گوشه، هیچ ارتباطی بین این دوتا نیست جز اینکه اینها اصلا مجاهدین حمله هم نمی کردن. من مطمئنم یه چنین فاجعه‌ای قطعا رخ می داد. این که آقای زیبا کلام یه چنین چیزی برمیگرده، در مجموع به هر حال با آقای زیبا کلام هم باید حق دادیشون، استاد رسمی دانشگاه است، بالاخره باید همچنان استاد باشه. و شیوه آقای تاج‌زاده رو من تا حدودی میپسندم که به هر حال هم به در زده، هم به دیوار، هم به نعل زده، هم به میخ، ولی یک گام به جلوست. منتها من واقعیتش مثلا آقای خاتمی از این اسرار نظام هیچ خبری نداره، از اسرار خونی دیگران، همین آقای سید حسن خمینی از این اسرار نظام خبر ندارن. چه فاجعه های آقای هاشمی رفسنجانی از این اسرار خونی و مشابهش خبر ندارن، از اعدام ارتشیان در پشت بام رفاه و پیچا پیچ دست های خونینی که به هم پیوستن و این همه اعدام ها رو با دستور رسمی حاکمیت سامان دادن. اینها اسراری نیست که از دهن اینها آشکار بشه و موجب پوزش خواهی اینها رو فراهم بکنه. مطلقا اینها پوزش خواهی نخواهند کرد و به این سمت هم نخواهند رفت و ناگزیر اینها امام خمینی رو، آقای خمینی رو تأیید خواهند کرد که این گنبد و بارگاه برقرار باشه. آقای خامنه‌ای این گنبد و بارگاه رو برای خودش ساخته، مرسی آقای که فردا خودش در اونجا بستری بشه. در هر حال من تصورم و گمانم بر این هست که این نوار اتفاق چندانی در شیب حاکمیت ایجاد نخواهد کرد به این زودی. مرسی. 5 دقیقه وقت داریم، منم البته 2 تا سوال دارم و دوست داشتم که توی وقت کمی که هست هر دو شما مهمانان برنامه امروزمون به این دو تا سوال جواب بدین. کاظم نگی، اگه اجازه بدین من سوال قبلی رو دوباره از شما نپرسم، به اینکه میخواین شما راجع به عکس العمل هایی که بوده نظرتون رو مطرح بکنین. کاظم نگی شما هستین؟ رو من بله ببخشید میکروفونم بسته بود. گفتم مشکلی نیست، میتونم اگر میخوای من توضیح بدم یا خب اجازه بده. خب یه دقیقه اگه بتونین راجع به اون عکس العمل ها نظرتون رو مطرح بکنین که بعد من وارد سوال بعدی بشم. به طور خلاصه اگه بخوام بگم، به طور واقعی من تک تک اینا رو نخوندم، ولی انتظار زیادی از کسانی که خودشون بخشی از این جناهای این جناح یا اون جناح حکومت بودن یا هستن و خودشون هم مستقیم یا غیر مستقیم در این سیاست و از این کشتار و این قتل ها دست داشتن، انتظار زیادی نمیشه داشت. چه نه از خاتمی و رفسنجانی، نه از حتی از به اصطلاح روشنفکران اسلامی که تو دانشگاه و این ور اونور هستن، همین چیزها رو باید بگن که گفتن. یعنی اهمیت زیادی راستش این نداره، مهم اینه که صفوفشون به هم ریخته تر میشه و این به اصطلاح شروع کردن علیه هم دیگه شاخشونه کشیدن. و همین گفتم، اولا اشاره کردم،
فضای ایجاد میکنه که مردم بریزن سرشون، وگرنه شخصا هیچ انتظاری ندارم که کسانی از درون حکومت یا اهمیت هم راستش نداره بیان و بگن که بله مثلا زیبا کلام بیاد بگه که ما اشتباه کردیم و نظام اسلامی باید جنایتکار است و خمینی جنایتکاره. اینا از آخر خمینی دارن میخورن و باید هم همینجوری حرف بزن. مرسی کاظم. آقای نوریزاد، عوامل این جنایت در این نوار صوتی به طور مشخص بهش اشاره شده و به نظر شما و در همین نوار صوتی هم اشاره شده که این جنایت جنگی است، صورت جنایت بر علیه بشریت است که صورت گرفته. به نظر شما در ارتباط با عوامل این اعدام‌ها و عوامل این جنایت چه اقدامی باید صورت بگیره؟ این سند میتونه به مجامع جهانی تحویل داده بشه و توسط مجامع حقوق بشری از سازمان ملل خواسته بشه برای محکوم کردن جمهوری اسلامی و خواستار غرامت شدن برای خانواده های آسیب دیده. یعنی حتی میشه بخشی از ثروت جمهوری اسلامی رو به نفع این خانواده ها مصادره کرد و قوانین خاصی رو در مجامع جهانی علیه جمهوری اسلامی وضع کرد. شما ثروتی که از جمهوری اسلامی شما میفهمید من قطع کنم؟ نه نه، شما نظرتون قبلا این بوده که مسئله بخشیدن رو توصیه میکردین و حتی در یکی از نوشته‌هاتون گفتین که من فقط در ارتباط با بخشش از این به بعد خواهم نوشت. آیا کماکان رو اون نظر قبلیتون هستین و یا اینکه در ارتباط با این نوار صوتی که منتشر شده فکر میکنین که باید از طریق مجامع بین‌المللی همینجوری که الان دارین اشاره میکنین باید پیگیری بشه و اونا به مجازات برسن؟ اینا هیچ منافاتی با هم ندارن دوست عزیز. ببینید همین الان بنده، آقای دکتر ملکی، نسرین ستوده، خانم پور فاضل، آقای جعفر پناهی، دوستان دیگه، آقای دکتر رئیس‌دانا، آقای اصغر فرهادی، یک جمعی رو تشکیل دادیم به اسم لگام، لغو گام به گام اعدام. یعنی رسما این تشکیلات ما اقدام علیه امنیت ملی تلقی شده و یکی از اعضای ما خانم نرگس محمدی همی الان در زندان، ولی ما محکم ایستادیم. اینا دقیقا در همین راستا به سمت بخشایش بزرگ و ملی رفتن. همینجوری نمیشه، مقدماتی داره، باید حاکمیت در فشار قرار بگیره. او همینجوری به صرافت این نمیفته که بیاد در یه جایگاه قرار بگیره، باید فشارهای داخلی و جهانی او رو در این جایگاه قرار بده که تن به یک بخشایش ملی و سراسری بده و مثلا زندانی های سیاسی آزاد بشن، مثلا تفاوت های بزرگ ملی از میان برداشته بشه بین شیعه و سنی و بهایی و مسیحی و کلیمی، اینها باید برداشته بشه. این آشتی ملی تعریفش این از این نیستش که آقا بگیم شما اون وری شد ما این وری شد بیاییم دست بگیم به هم دیگه. ولی واقعیتش این نوار و کاری که خانواده خوب آقای منتظری با انتشار این نوار انجام دادن میتواند دستمایه خوبی برای ما فراهم بکنه که بتونیم دیالوگ با مجامع جهانی برای آشکار کردن بی‌آبرویی‌های مفرط و لجام‌گسیختگی‌های این نظامی که پوز به اصطلاح اسلامی میده و حتی به اسلام خودش هم پایبند نیست و جز کشتار و جز ارعاب چیزی نداشته و جز غارتگری. مرسی. از اتاق فرمان به من میگن بیش از 2 دقیقه به پایان برنامه وقت نمونده. کاظم نیخا، شما فکر میکنین در ارتباط با عوامل عاملین این جنایت چه باید کرد و نظر شما در ارتباط با آشتی ملی چیه؟ ما به مرحال نظرمونو بارها گفتیم و انجام اشاره کردم. به نظرم خیلی کارا میشه کرد، ولی به هر حال جمهوری اسلامی، کل سیستم نظام جمهوری اسلامی باید به زیر کشیده بشه. من نمیدونم به اصطلاح الان فرصتی نیست صحبت از زیاده تو این رابطه، ولی
صحبت آشتی ملی و بخشش ملی و اینا نمیدونم آشتی با کی قراره آشتی بکنیم. آقای نوریزاد نقدای نسبتا جدی نسبت به جمهوری اسلامی دارن و کردن و گفتن اینا، ولی با گفتن آشتی ملی یه جوری میخوان مردم رو دوباره با همین جمهوری اسلامی آشتی بدن. و این یا نمیدونم کی قراره کی رو ببخشه، چون به نظر من واقعیتش مبارزه تعیین میکنه. یک مقابله مردم با جمهوری اسلامی سرنوشت این جامعه رو تعیین میکنه، راه دیگری نیست. اتفاقا این نوار و این جنایت و کل وضعیت اینا رو بذاریم جلو چشممون، میفهمیم که با یک نیروی خبیث، جنایتکار، چپاولگر، متحجر روبرو هستیم که باید زد و جاروش کرد و کنار زد تا بشه مردم زندگی انسانی داشته باشن. راه دیگری نیست. با آشتی ملی، نمیتونم بخشش ملی، عفو ملی و کنار اومدن اینا نمیدونم میتونه آدم خودش رو بالاخره سرگرم کنه با یه چیزای اینجوری، ولی جواب هیچ مسئله‌ای به نظر من نیست. و قبلا هم از جانب کسان دیگری مطرح شده و کنار زده شده، کنار رفته، چون معنی سیاسی جدی نداره. مرسی کاظم نیک. خب آقای احمدی جانم بفرمایید. فقط یه دقیقه، چون به منم اصلا فرمان میگه. بله بفرمایید. بحثی رو شروع کردیم، ببینید این که بزنیم این نظام رو جارو بکنیم و ساقط بکنیم، خب اینا یه حسرت دیگه. 37 سال این حسرت ها از اسلحه دست گرفتن شروع شد و نهایتا به پراکنده شدن آحاد معترض جامعه انجامیده. این که زدن و جارو کردن جز حرف که نیستش، که ما برای حشف این نظام به صدا این چونینی که دستاش خونینه گام به گام باید بریم جلو. دوست عزیز، این که فریاد بکشیم باید اینا رو به زیر بکشیم امکان پذیر نیستش دیگه. یعنی شما با دست خالی چیکار میخوای بکنی؟ با اعتراض و فلان اینا که صدا با دست توی که کاری نمیشه کرد. مرسی آقای نوریزاد. آشتی جانب مردمی است که واخواهی خواهند کرد طلب خودشون رو از حاکمیتی که در گوشی ری گرفتار شده. بعد گام های بعدی با شعار دادن کار درست نمیشه، با قدم های درست با تشکر. و هوشمندانه و خردمندانه است که ما میتونیم راه باز کنیم. با تشکر. اجازه بدین منم یک دقیقه جوابی بدم. یه دقیقه ولی دیگه این بحث رو میبندیم، چون از الان به منم میگن 2 دقیقه ما بالای وقتمون رفتیم. ولی میتونیم نه ولی میتونیم اگه مایل باشین میتونیم این بحث رو صرفا سر مسئله آشتی ملی و اینکه میتونیم سر اون صحبت کنیم. شما موضوعی رو باز کردید به انتهای برنامه. ببینید این ماجرای آشتی ملی رو شما در انتهای برنامه واگشایی کردید که خودش یه بحث طولانی داره. بله ولی دوستان بله حتما میتونیم بعدا هم صحبت بکنیم، ولی اینکه من از همون اول برنامه هم گفتم که دوستان خواهش میکنم که خلاصه جواب بدن، که متاسفانه اینجوری نشد. من فقط نیم دقیقه به کاظم نیک وقت میدم ولی بعد بس میدم. وقت من زدین از بله نیم دقیقه بفرمایید کاظم نیک. یک دقیقه و 2 دقیقه من شد نیم دقیقه. به هر حال ببینید بحث این نیست که مردم دست بحث اینه که آدم به اصطلاح تئوری و منطقی رو دنبال بکنه. یه واقعیتش اینه یه حکومتی از جنایت همونطور که گفتم جنایتکار متحجر عقب مونده است، کشتارگر. این رو نمیشه باش آشتی کرد. شما میگین آقای به اصطلاح اینا حرفه، من میگم مگه این چیزی که شما میگین حرف نیست؟ اون چیزی که من دارم میگم سال 88 مردم حکومت رو تا آستانه سرنگونی بردن، این بنابراین حرف نیست. دست خالی بودن، مردم متشکل میشن، انقلاب میکنن، سرنگون میکنن. شما میخواین چون یه انقلابی شده جمهوری اسلامی اومده و شما نتیجهش رو دیدین و خودتون هم جزوش بودین و پشیمون شدین، میخواین دیگه از انقلاب بذارین کنار. من میگم یه انقلابی هست که مردم که جمهوری اسلامی نمیخواستن، مردم که خمینی نمیخواستن، آوردن رو سرشون با توطئه حاکم کردن که پشیمونشون کنن از انقلاب کردن. با تشکر بسیار زیاد از شما دوستان عزیز کاظم نیکخواه و محمد نوریزاد و اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه رو در رو قرار دادین. ما میتونیم بحث در ارتباط با چگونگی رسیدن به خواستایی که مردم
مطرح میکنن به خواستایی از قبیل آزادی، برابری، مسئله لغو اعدام و مسئله سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی در برنامه بعدی بهش بپردازیم. با تشکر بسیار زیاد از شما محمد نوریزاد و کاظم نیکخواه که وقتتون رو در اختیار برنامه رو در رو قرار دادید. بینندگان بینندگان عزیز، به پایان برنامه امروز میرسیم. من محمود احمدی در کنار همکارم بابک یزدی براتون شبها و روزهای خوشی رو آرزو داریم. شب و روزتون خوش.